مد بازتابی از حال و هوای جامعه است. شاید این نکته که همه انسان‌ها نیاز به پوشش دارند، دلیلی برای رواج این هنر در جوامع مختلف باشه. هفته مد برای کسانی که به طور حرفه این هنر رو دنبال می‌کنن و یا با خرید و فروش آن سر و کار دارن خیلی مهمه. لندن در روزهای 14 تا 18 سپتامبر میزبان طراحان برجسته مد در هفته مد لندن بود. طراحای مثل من، خب من هنوز تازه شروع کردم و به خاطر بودجه‌ای که لازمه که اینجا من به نمایش بذارم لباسامو خیلی فرق داره و من دوست دارم به جای اینکه اینجا نمایش بگذارم و اون بودجه هنگفت را داشته باشم، یه ویدیو یا با وجود عکس‌هایی که میتونم بگیرم کارامو به بقیه نشون بدم. اما به غیر از نمایش طراحان لباس که حدود 65 اجرا به همراه داشت، در حاشیه هفته مد بیرون از سالن کتواک یا نمایش دیگه هم جریان داشت. فناوری‌های امروزی امکان به اشتراک گذاشتن سریع تصاویر رو فراهم کرده و به همین دلیل در اطراف محل برنامه صدها دختر و پسر جوان در حال عکس گرفتن از هم هستند. عکاسانی که از کسی عکس می‌گیرن و بعد ازشون عکس گرفته میشه. اینها سوپر استار یا شخصیت‌های معروف نیستند، بلکه فقط خوش لباس و نوآور هستند. این عکس‌ها معمولاً روی بلاگ‌ها و وبسایت‌های مد میرن، در دنیای مجازی می‌چرخن و کسانی که توی عکس هستن برای چند لحظه مزه معروفیت رو می‌چشن. برای همین به طور اعتیادآوری در هر هفته مد و یا برنامه مد سعی می‌کنن شرکت کنند. اولین باریه که به هفته مد لندن اومدیم. به هفته مد نیویورک زیاد رفتیم. برای همین می‌خواستم اینجا رو تجربه کنم ببینم چه خبره. برای اینکه خب اینجا یه کشور کاملا متفاوتی و از خیلی چیزا میشه الهام گرفت. اطلاعات زیادی هم برای وبلاگمون پیدا خواهیم کرد. در مجموع برای آشنایی با آدمای جدید خوبه. چرخه این صنعت عظیم که انگار با وجود تمام بالا پایین های اقتصادی هنوز هم نمیسته، به خاطر داشتن چنین طرفدارای وفاداری هنوز هم در جریانه. این جریان در حالی ادامه داره که گاهی با ظرافت های خاصی عوامل اجتماعی و سیاسی خودشون رو در اون بروز میدن. مثلا در اوج رکود اقتصادی رنگ ها تیره و تار شدند و برچسب مارک های معروف کمتر در چشم بود، و یا در بعد سیاسی قضیه در هفته مد امسال لندن ویویان وست وود با پخش تیشرت هایی که عکس من جولیان آسانج هستم رویشان بود سر و صدا کرد. خانم وست وود از طراحان شناخته شده است که از ابراز احساسات سیاسی خود جلوگیری نمی کنه. به غیر از این شعارهای گذرا، خیلی ها میگویند دیگر کمتر چیزی واقعا جدید در مد میبینند. شاید هنوز بهترین مثال پوشیدن شلوار از سوی زنها در اوایل قرن بیستم است که نشان داد چطور مد میتوانه حرکتی به سمت برابری زن و مرد و ورود زنان به محیط کار ایجاد کند. انسان ها تازگی رو دوست دارن. از دیدن چیزهای تکراری خسته میشن. برای همین فقط کافیه که یک مد یا یه سلیقه برای مدتی از جلوی دید بره تا فراموش بشه. وقتی دوباره برگرده و به نظر جدید بیاد، همه دوباره در موردش هیجان زده میشن. مثل یک حرکت دورانی میمونه. خوشبختانه ما حافظمون خیلی کوتاهه. اما برخی دیگه معتقدند هنوز میشه نگاهی نو در مد چند سال اخیر پیدا کرد. طراحی لباس‌هایی که نه خیلی زنانه‌اند و نه خیلی مردانه. شاید این مد نشان دهنده برابری بیشتر حقوق و رفتار زن و مرد به خصوص در جوامع غربی باشه. با وجود تمام گفته‌ها و ناگفته‌های پشت این هنر، وقتی چراغ‌ها روشن می‌شوند و مانکن‌ها با قدم‌های بلندشان روی سن شروع به حرکت می‌کنند، دیگر حرفی به غیر از تماشا نیست. تارا آقداشلو، بی بی سی، لندن.